قتل همسر یک عضو مشران جرگه به دست گروه حکمتیار. به نام خداوند بخشاینده و مهربان و با تقدیم سلام به یکی دیگر از ویدیوهای کانال جنرال انفو خوش آمدید. امیدواریم تا پایان ویدیو ما را همراهی نموده و این کانال را نیز سابسکرایب نمایید. آریانو نیوز: یک عضو مشران جرگه ادعا می کند که از چهار سوی قصد یکی از قماندانان محلی حزب اسلامی جان به سلامت برده است، اما در حمله پنجم خودش زخمی و خانمش کشته شده است. افضل شامل عضو مشران جرگه و منشی کمیسیون دفاعی این جرگه دیروز در نشست خبری در کابل میگوید بشیر قانت، یکی از قماندانان محلی حزب اسلامی در تخار، پنج بار قصد جانش را کرده است. آقای شامل ادعا میکند که از چهار سوی قصد جان به سلامت برده است، اما در حمله پنجم خودش زخمی و خانمش کشته شده است. این عضو مشران جرگه از نهادهای عدلی و قضایی کشور می خواهد که طراح این حملات را به پنجه قانون بسپارد. با این حال فائق قانت، برادر بشیر قانت، با رد این ادعاها می گوید برادرش در زمان حمله در بیرون از کشور بوده است. به گفته آقای قانت، افضل شامل عضو مشران جرگه به تیم تحقیقاتی اجازه ورود به منزلش را نداده است و اگر آقای شامل مدرک مبنی بر دست داشتن بشیر قانت در این حمله داشت، نباید مانع کار تیم تحقیقاتی می شد. یک شنبه شب هفته جاری افراد مسلح ناشناس بر منزل مسکونی آقای شامل در منطقه کلوله پشته شهر کابل حمله کردند که در نتیجه آن آقای شامل زخمی و همسرش کشته شد. وزارت امور داخله نیز اعلام کرده است که بررسی ها درباره این حمله آغاز شده است. نهادهای بین المللی دیدبان حقوق بشر در گزارش آقای حکمتیار را به نقض حقوق بشر، از جمله ناپدید شدن اجباری مخالفان سیاسی، داشتن یک زندان زیرزمینی در پاکستان و شکنجه در آن و حملات خشونت‌آمیز به سازمان‌های غیر دولتی فعال در زمینه برنامه‌های آموزش و حفظ صحه برای زنان افغان در اردوگاه‌های پناهندگان در پاکستان متهم می‌کند. تشکر از توجهتان. ایام به کامتان.